۸ اسفند 1402 بازی تیم جوانان یعنی بازیکنان متولد 85 86 تیم جوانان ایمان سبز شیراز با تیم جوانان نساجی سر یه پنالتی این اصلا کاری ندارم چه سطح هست فوتبال پای است اصلا تو بگو جام جهانی جوانان اصلا داخل کشورم نه جوانان رد سنی رو ببینید یعنی اهمیتی نداره نتیجه ولی سر یه پنالتی تو همچین مسابقه ای تو همچین مسابقه داخلی اونم پایه سر یه پنالتی دو تا مربی به جون همدیگه میفتن و دعوا و درگیری اینقدر بالا میره بازیکنه تیم با همدیگه درگیری میشن بازیکنهای دو تیم زد و خورد میکنن سر خوشحالی این زد و خوردها و درگیری ها تشدید میشه و در نهایت حالا نیروی انتظامی که من حدس میزنم یکی دو تا نیروی انتظامی نهایتا ان اونجا بوده باشد. وارد عمل میشن گفته شده بعضی میگن یکی از مربی های تیم ایمان سبز شیراز بعضی میگن هم یکی از نیروهای انتظامی در جریان این درگیری شکل گرفته با یکی از بازیکنه با نیروی انتظامی یکی از مقامات انتظامی از اسپری فلفل استفاده کرد و چند تصاویر ای اومده بیرون که من شورتس گذاشتم توی یوتیوب محدودش کرد به افراد بالای 18 سال دیگه جرئت نمیکنم عکس و فیلم بذارم فقط برید تو اینستاگرام بالکن ببینید یه ریلز گذاشتم ریلز آخر 1402 مون شد حالا احتمالاً اگه اتفاق دیگه ای نیفته که حالا یه ریلز دیگه بخوام واسش درست کنم ریلز آخر 1402 ما این باشه اصلا برنامه این بود ویژه برنامه اید درست کنم همش به باد رفت چه یوتیوب چه اینستاگرام به مناسبت اید یه کاری بکنم یا از فردا حالا که روز یک فروردین میشه ادمینا رو بیارم با هم دیگه آیتم ضبط کنیم واسه یورو یا واسه حالا یه مناسبت دیگه ای که بگذاریم ازش بریم کنار مهم نیستش آقا این چه اتفاقی داره میفته بهترین بازیکنای ما که شدن بازیکنان ملی پوش ما که تو جام ملت‌ها دیدیم دیگه آسیایی که هیچ جای فوتبال دنیا نیست جزء چهار تیم اول به زور رفتیم معجزه کردیم ژاپن رو بردیم کلی هم توجیه بعدش دیدیم در کل هیچی نیستیم حالا ما ای که هیچ چی نیست بزرگ سالانمون تو فوتبال پایمون چرا بعد این اتفاق بیفته حرف من اینه که از این اتفاق کم نیفتاده یه یعنی نفر کامنت گذاشته بود که ایمان سبز شیراز چند بار دیگه مرتکب از این اتفاقات شده قطعا یه داستانی هستش که چرا فدراسیون هیئت فوتبال ورود نمیکنن یکی دیگه میگفتش اینا خودشون اینجوری باشه نمیفهمم چرا باید از خودشون باشه جووناشون به جون همدیگه بیفتن و همدیگه رو بزنن هدف استعداد پروری توی فوتبال پایه نه نتیجه گیری اون مربی بیشوری که از هر دو تیم باعث این درگیری شدن باید بفهمه که اینجا اومدی که بازیکن بسازی سیستم ما اشتباه توی فوتبال پایه آلمان اگر اشتباه نکنم اولا که رنج سنیو یه سال یه سال کرده بود که بازیکن نسوزه من میرم سال اول جوانانم سال دوم جوانانم دو ماه آخر جوانانم بر اون نیمکت بشینم تا سال آخر جوانان بشم که به خاطر اینکه جسم بنابر شرایط زیستی دروشتر شده به این بازی برسه که اصلا این خودش اشتباهه اومدن کردن زیر 14 سال زیر 15 سال زیر 16 سال اینجوری به همه رده ها میپردازن و اصلا نتیجه رو برداشتن یه لیگی که همه با هم بازی میکنن نتیجه اصلا مهم نیست جدول یعنی نداریم ارزیابی کن به همه بازی برسه استعدادات رو بیار توی زمین ازشون بازی بگیر اینا پرورش پیدا کنن تحویل تیم ملی بزرگ سالان داده بشن تحویل فوتبال جهان داده بشن حالا یا تبدیل به فوق ستاره فوتبال بشن یا تبدیل به ستاره ملی فوتبال بشن هدف اینه اما هدف مربی گم میکنه من خودم اقدام کردم واسه مربیگری فوتبال بعد از اینکه فوتبالم تو همین فوتبال پایه این کشور حیف و میل شد البته هم که صادقانه بگم هیچ قرار نبود بشم استعداد آنچنینی نداشتم که بخواد یه فوتبالیست تراز اول دست اول ازم در بیاد دارم خودم میگم مثل خیلی دیگه نمیگم اگه ربات نمیدادم الان تیم ملی بودم اگه ربات نمیدادم الان اروپا بودم نه خیلی واقع بین سعی میکنم باشم نسبت به این قضیه تو فوتبال چی نمیشدم اومدم سمت مربیگری چون که علاقه داشتم رفتم مدرک گرفتم یه بابایی که خیلی هم اشتباه کرد به من گفتش برو فوتبال آکادمی شروع کن از فوتبال پایه شروع کن اما مدرسه فوتبال کار مربیگری تو شروع کن من رفتم هدفم این بود 5 سال توی آکادمی کار کنم اون پنج سال هم, هم گذروندم یعنی 5 سال تجربه آموزش فوتبال تو مدارس فوتبال و فوتبال پایه رو داشتم چه فستیوال های دوستانه چه بازی رسمی در حد دست دو شمال غرب تهران دست یک دست دو تهران یا لیگ برتر شمال غرب تهران و جور چیزام داشتم و دیدم همه هدف این شده تا اونجا که میشه پول بکش بیرون یه بازیکن استعداد داره زیادم از این اتفاق میفته پول نداره میسوزه یه بازیکن استعداد نداره اما پول داره میاد انقدر میدوشن 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 پولش تموم میشه یا خودش میفهمه که هیچی نمیشه میره بیرون از فوتبال این شده کل فوتبال پایه ای ما این اتفاق کل فوتبال پایه ما رو در بر گرفته و حرف من از این اتفاقی که 28 اسفند افتاده نیست این یه بهونه که یک بار برای همیشه این آیتم رو بسازم یادگاری بمونه که آقا چی کار دارید میکنید تو فوتبال پایه یکی مثل آکادمی کیا از اون ور میره بازیکنه دو متری رو ور داره. سایپا پیکان بازیکنه دومتری متری رو ور میداره خب بازیکنه که بلوغ زود داره زودم فوتبالش تموم میشه اونقدر که باید رشد نمیکنه حتی به اینجام شعورشون نمیرسه پس آینده خوبی نداره اگرم داشته باشه این اتفاق باعث میشه که آینده خیلی دیگه بسوزه که فیزیک ندارن فوتبال شده فقط فیزیک یه داوری توی دوره مربیگری خیلی جالب بهم میگه من همه بازی فوتبال پایه رو میبینم روزی س... اینکه چه روزی سه چهار تا بازی رو سوت میزنه خیلی عجیبه اینکه واسه هر سه چهار تا بازی در مجموع 90 هزار تومان سه تا بازی سوت زده سه تا 90 دقیقه دویده 90 هزار تومان حقوق گرفته البته این قضیه سه چهار سال پیش پنج سال پیشه اینم بماند اما میگه توی فوتبال پایه دروازه‌بان خوب داشته باش دو تا دفاع آخر خوب داشته باش بقیه مهم نیستش اون دو تا دفاع آخر خوب از وسط زمین شوت بزنن نیمه بالای دروازه دروازه‌بان دستش نمیرسه میره تو گل بازی رو میبری این شد استراتژی فوتبال پایه کی قراره به اینا تیکی تاکا یاد بده که قرار به اینا توتال فوتبال یاد بده که قهره به اینا پوزیشن های مختلف رو یاد بده, بده، تئوری فوتبال رو یاد بده بعد اونور دراغان اسکوچیش هرچی هست اسمش میاد میگه بازیکنه ایران سواد تاکتیکی ندارن آقای متی تارمی به چک قباش بر میخوره خب آقا ندارم آقای میتی می تو خودت داشتی میرفتی سربازی مسیر زندگیت کلا داشت تغییر میکرد به خاطر پارتی که داشتی اومدی تو مسیر رو بازی بهت رسید ایران جوان بوشه رو علی دایی کشفت کرد و آوردت رسوندت به سطح اول فوتبال دنیا حالا خوش شانس بودی یا هرچی بوده که همون هم توی جام جهانی بغلپای ساده رو نزدی خود مهدی مدوی که توی اون ویژه برنامه‌ای که به مناسبت بازی آخر ایران توی جام جهانی بودش اون سال گفت گفت فقط یه بغل پای ساده ای که اگر تحصیلات آکادمی که فوتبال به اندازه کافی داشت میتونست به راحتی اپسش بر بیاد و بر نیومد خودش یه بازیکن سوخته است مهدی تارمی نسبت به استعدادی که داشته با خیلی زودتر می اومده بالا یه نکته دیگه که بخوام بهش اشاره کنم سربازیه بازیکن میاد میرسه به 16 17 18 سال کلی خرچ کرده کلی مربی وسش وقت گذاشته حالا باید بره سربازی یا باید به زور درسشو بخونه درسشو تا اونجا که میشه ادامه بده که بازم از فوتبالش تمرکزش برداشته میشه یا باید بره سربازی جون بکنه وارد یه تیم نظامی بشه که تیم نظامی ها الان بهتون میگم چی شده تیم نظامی یه مربی که حالا یه کریر خوبی داره یا یه رابطه یه خوبی داره میاد بالا سر تیم وای میسه چه, چه میگیره میگه من 25 تا بازیکن باید رد کنم تست که میذارم دو سه, دو سه هزار تا بازیکن تاپ میان اینجا تست میدن از این دو سه هزار تا هفتش ده تا بازیکن خیلی خوب ور میدارم پونزه شونزه هیفده تا بازیکن رو میگم شما دیویس میلیون به من پول بدید اسمتون تو لیست رد میکنم سرباز بازیکن شناخته میشید امریه میگیرید آموزشتون میرید میاید اینجا خاصی تو تمرین اصلا شرکت هم نکنید یعنی این شد وضعیت تیمای نظامی ما تو فوتبال پایه یعنی استعدادای فوتبالی ما هم اینجوری ایف میشن خیلی خوش شانس باشن خیلی خوب باشن اونجوری سربازیشون هم تمام بشه اکثر اون بازیکن که جزء اون 10 تای خوب هستن هم احتمال از سربازیشون تمام بشه میرن مغازه باباشون وای میستان میرن سراغ یک کسب و کار دیگه کلا فوتبال ول میکنن میرن کنار چرا چون تو اون دو سال پرورش نیافتن اون مربی به فکر پر کردن جیبش بوده و یه نتیجه بگیری که از اون تیم نظامی اخراج بشه که سال درآمدش سوخت نره فوتبال پایمون خیلی اوضاش خرابه من بدون هیچ نوت و نوشته بدون هیچ لیست بندی و فهرست کردنی اومدم نشستم این رو ضبط کنم بعد از اینکه اون آیتم رو ساختم در مورد اون اتفاقی که افتاده توی شیراز گفتم میذاره حرف بزنم یزاره حرف بزنم یزاره در دل کنم که آقا چه بلایی داره سر فوتبال ما میاد چه اتفاقی داره میفته توی فوتبال پایمون کی قرار رسیدگی کنه آقا عقل داشته باشید ازش میشه کلی درآمدزایی از کرد ازش میشه کلی چرا ما توی فوتبال آسیایی که هیچ چی نیستم هیچ مقامی نباید بیاریم چه ملی چه باشگاهی معلومه که داریم راه و اشتباه میریم این همه عاشق داره فوتبال تو کشور ما این همه علاقه من داره فوتبال تو کشور ما این همه سکوها رو پر میکنن زور میزنید استودیوم نیمه تمام بمونه اه... تکمیل نشه سکواش که استودیوم پر نشه که کنترل از دستتون در بره. سکوها رو نمیذارید پر کنن استعدادا رو نمیذارید کشف کنن بازیکنارم رو هم نمیذارید در عمون بمونن یه مش بازیکن فوتبال عقده به عمل میاد یه مش بازیکن فوتبالی خودخواه به عمل میاد که اون یکی میره دنبال حواله خود رو بابا اونم حق داره یه طرف دیگه اینم بگم هیچ گردش پولی تو فوتبال ما نیستش به خاطر خصوصی سازی نکردن یا خصوصی سازی کردن علکی فیفا تا اونجا که تونسته فشار آورده اما اینا میان دور میزنن نه وزارت سمت و وزارت درد و اینجور چیزا واگذار میکنن که اونم دوباره مالکش خودشونن بابا با خصوصی سازی بشه از اونور تیمای خصوصی تیمایی که مالک خصوصی دارن تیمایی که پول دستشونه سپاهان تراکتور اصلا این تیما هم انقدر چوب چرخشون میذارن که نتیجه نمیگیرن یا یه چیز دیگه جالب تر بهتون بگم با یه مربی کار میکردن همون سالای اول مربی گریم خیلی جالب بود این با هیئت فوتبال دستش توی کاسه بود اما اول سال هم میگفت هیئت فوتبال توی یه مسابقاتی یه کارمنداش خودشون بالاخره اینا مدرک مربیگری دارن مربیان کار کردن به اونجا رسیدن یه رابطه ای دارن یه رزومه ای هم جمع کردن یه کاری میکنن تیمای خودشون صعود کنن گفتم آخه چه جوری گفت مثلا شما توی تهران نخوایم بریم مثلا خارج از تهران مسابقات در سطح تهران لیگ برتر تهران آسیا ویژن مثلا شما توی تهران مسابقه میذاری میگه یه استودیومی توی منطقه 21 یا مثلا به سال بزنم استودیوم توی چیتگر بازی توی چیتگر برگزار میشه طرف سرویس گرفته اتوبوس رو گرفته و میخوان حرکت کنم بیان سمت چیتگر یک ساعت 45 دقیقه قبل از بازی بهش میگه که استودیوم سمت میدون هروی از غرب به شرق انتقال پیدا کرده این خودش فاتحه تیمو میخونه اصلا تیم نرسیده اونجا بازی میشه چنین کاری رو دارن میکنن این چیزایی که دارم میگم اتفاق افتاده چه پولایی میگیرن ورودی مسابقات تعیین میکنه هر تیم مثلا بعد 100 میلیون ورودی بده 25 رو بازیکن داری اولا که اصلا نباید بازیکن ورودی بگیری باید اسپانسر داشته باشی یا باید یه آکادمی داشته باشی که از اونجا درآمدزایی بکنی خیال تبابت ورودی راحت بشه خوباشون هم که بیاری تو تیم مثلا پنج رو خودم استعداد پروری کردم بقهشون اصلا پول بدی بیاری یا نه بدون اینکه پول بگیری به هوای چهار تا استوک و قلمبند و شورت و لباس و جراب ورزشی و دو دست کیت و دو تا ساک و دو تا ملانج و اینجور چیزه بازیکن خوب بیاری توی تیمت و به هوای اینکه آینده ای تو رو من تعمیم میکنم من به, من به فکر فوتبال تو هستم بازیکن مستعد رو بیاری توی تیمت این اتفاق نمیافته میاد چیکار میکنه صد میلیون ورودی رو میاد به هر بازیکن میگه شما پنجاه میلیون باید بدید 25 زب داره پنجاه میلیون به هوای اون ورودی در میاره ازش میذاره تو جیبش میاد تو مسابقات شرکت میکنه تیمش رو تو دست توی دست نگه داره برد کرده نگه هم نداره بازم سود کرده اینو من یه جای دیدم که یکم مربیای ما داشت خودش رو به آب و آتش میزد داد و بیداد میگه سر بازی یه بازی پلی آف بود یا بازی سر صعود بود آخرشم باخت بعد مربی حریف که دوست بودم با هم اومد بهش دلداری بده گفت فلانی چرا انقدر پای میزنه خودت رو تیمت صعود کنه 40 میلیون میاد روی سهمیت اون سهمیه دست یکت میخواد بشه لیگ برتر 40 میلیون 60 میلیون اضافه میشه من از همین تیم چه صعود کنه چه صعود نکنه امسال 600 میلیون تومان درآوردم این قضیه هم واسه 3 -4 سال پیشه یعنی سطح فوتبال پایه ما رو ببینید کجاست بدونید که در چه وضعیتی هستش از اون ور یه سری پدر و مادرها که چی فقط دنبالش آفم بفرستمش پرسپولیس بفرستمش استقلال پسر من پرسپولیس بازی میکنه پسر من استقلال بازی میکنه پسر من با دو تا فوتبالی زکس نکن پدر و مادر عزیز من نکن داری بچه رو نابود میکنی کسی نمیگه فلان فوتبالیست تو دو دوره نوجوانانش کجا بازی کرده نو کجا بازی کرده جوانانش کجا بازی کرده همه فوتبال رو از تلویزیون نگاه میکنن توی سطح اول به فکر بزرگسالی بچت باش زور میزنی بچت رو بکنی توی تیم آسیا ویژن نمیشه شکست نیست ادامه بده بچت به 19 سالگی رسید فوتبالیست موند شرطه اما نه تو 15 16 سالگی یه زوری میزنی بچت جزو یه تیم خوب نمیره اگرم بره جزو ذخیره نشیناست یه شکست محسوب میکنی اون رو اون اتفاق رو و فوتبال بچه خراب میشه 17 18 سالگیش سر پارک گل و دوت میگیره میره بالا به جای اینکه تو زمین گل بزنه میره خارج زمین تو پارک گل میزنه من خیلی با هرس و سعی کردم خیلی طبیعی این موضوعات رو بازگو کنم تا یه ذره فکر کنن تا یه ذره تعمل کنید توش و اگر کسی کاری از دستش برمیاد انجام بده خوشبال اونایی که میبرن دارن میبرن خارج از کشور آکادمی که اصلا فوتبال این حرفم نمیخوام اقدهی بازی ازش در بیاده ورزش بچه پول نیست فوتبال ورزش بچه پایین است که توی کوچه بازی میکنن فوتبال ورزش بچه هایی که عاشق فوتبالن بچه پول میره پیانو میزنه میره کلاس زبان این هم بیکرفیه که توی که دورهای مربیگریش اینه میدیم اولش ایزار گارد گرفتم گفتم اینجوری هم نیست بعد دیدم آره راستم میگه حالا اون بچه که نداره نمیتونه بره خارج از ایران تو این ولی استعداده رو داره تو این سیستم هم هیچی نمیشه اقده ای و تو سریخور و سرخورده میشه هیچی هم ازش عمل نمیاد یه فوتبالیست منظوی میشه یه ذره جلوتر میره فوتبال هم ول میکنه بعد بره سربازی یا بعد درسش رو ادامه بده یه چیزی بشه کلا فوتبالش سوخ میشه رمز و راز موفق نشدن فوتبال ما همش توی فوتبال پای است سر نخ بگیرید میرسید به فوتبال پایه همه چی برمیگرده به فوتبال پایه من فکر کردم آکادمی فولاد آکادمی کیا یه اکادمی آکادمی خوبی داشت تیمای نفت تهران عجب آکادمی خوبی داشت کلی بازیکن ملی پوش همین همی الان داریم همینی که الان داریم و نفت تهران داریم فکر میکردم اینا قرار باشه یه تغییرات اعمال کنه اما نه سیستم فاسد آقا سیستم فوتبال پایه ایران فاسده یا بچهتون رو ازش دور نگه دارید یا زور بزنید از ایران خارجش کنید نرید ترکیه که از ایران هم بدتره ها یا اگر دستتون به جایی بنده این حرفا رو برسونید این طرز فکر رو برسونید که داره مسیر به اشتباه میره من هنوز من بدبخت هنوزم امید دارم که این سیستم فاسد اصلاح بشه لا توی فوتبال ببخشید سرتون رو خوردم اینم یه سری صحبت های خیلی کوتاه بود در مورد فوتبال پایه داشتم و میخواستم در موردش صحبت کنم اگر توپقی یا عدم کنترل بیانی توش دیدید منو ببخشید مثل بقیه آیتما من اینکه خیلی فن بیان قوی دارم دارم اینجا از خواهی میکنم با بعدش اما در کل سعی کردم حرفای دلما بزنم یه گفتگویی داشته باشیم با هم دیگه به امید فوتبال پاک به امید فوتبال سالم به امید روزی که فوتبالمون لاقل درست بشه چون من نوعی من فوتبالی میگم اگر هیچیمون درست نشد فوتبالمون لاقل درست بشه تو بدبختی اگه قلط مز... اشتباه ها ولی من فوتبالی هم اینطور فکر میکنم میگم تو بدبختی قلط بزنم تیم مورد علاقه هم نتیجه بگیره کشورم توی رقابت های بین المللی نتیجه بگیره خیلی کوتاه فکرانه و خیلی سطحی این نگاه اما از این خبران نیست به امید یه روز خوب دمتون گرم سال مبارک